با آقای علی آویز هستیم شاعر مترجم نویسنده آقای آویز شما یک کتاب در مورد سانسور نش... نوشتید سانسور در ادبیات درس بعد از انقلاب چند نوع سانسور داریم چون سانسور فقط اونی نیست که دولت اعمال میکنه یا حکومت اعمال میکنه انواع مختلف داریم درسته؟ بله کاملا همینطوره در واقع ما یک تعریف سنتی از سانسور داریم که اون رو در تقابل با آزادی بیان میدونه در این معنا سان... در این معنای سنتی سانسور در واقع سانسور سه تا ویژگی داره یکی اینکه بیرونیه یعنی از یک از ناحیه یک قدرت بیرونی حالا چه دولت چه کلیسا و چه هر مرجع دیگه ای وارد میشه دومین که با یک جور اجبار و اکراه همراهه و سوم که محدودیت ایجاد میکنه ولی این معنای سنتی در قرن بیستم و تا امروز خیلی مورد به اصطلاح پژوهش های زیادی واقع شده و تا حد زیادی این معنای سنتی اعتبار خودش رو از دست داده و به نیروهای دیگه‌ای که بر فرایند تولید و انتشار سخن در واقع اثر میگذارند مثل نیروی بازار مثل قدرت جامعه مثل انواع و اقسام قدرت های پنهان دیگه به اصطلاح اینها هم وارد تعریف سانسور شدن و الان دیگه ما این رو تنها شکل سانسور نمیدونیم با این وصف به رغم این موضوع در خیلی جوامع مثل جامعه ایران هنوز این معنا تا حد زیادی معتبره به این دلیل که قدرت حکومت در سانسور کلام و به ویژه در سانسور متن و در موضوع صحبت کتاب من که ادبیات بوده بر بقیه نیروهای اقتصادی و اجتماعی و اینها میچربه و شکلهایی از سانسور رو در واقع ایجاد میکنه که از متن و از کنترل متن فراتر میره و زندگی شخصی آدم ها زندگی اقتصادی آدم ها حتی امنیت جانی اونها رو به خطر میندازه به همین دلیل این تعریف هنوز برجسته است و هنوز در خیلی از جای دنیا معتبره اما در جوامی که حکومت نقش مستقیم در محدود کردن آزادی بیان نداره ما بایستی به به فکر تعریف های دیگه ای از سانسور باشیم بنابراین به یک معنا میشه گفتش که ما جامعه ای که سانسور درش وجود نداشته باشه نداریم فقط سانسور از شکلی به شکلی تغییر میکنه و حد و اندازه سانسور رو باید ببینیم که به در چه جامعه چقدر هست در چه جایی تا چه حدی دخالت نیروهای به صدا محدود کننده و تهدید کننده آزادی بیان زیاده یا کمه خب در که جوامعی که سانسور وجود داره شکل سنتیش شمدتا نویسنده شاعر محقق مجبورن خود سانسوری کنن برای اینکه سانسور نشند چقدر این لطمه میزنه به کارشون ببینید یه مرز ظریفی البته وجود داره بین خودسانسوری و بین به ویرایش کلام اگر کسی از برسر ترس از عواقب نوشته خودش بیاد و خودش رو محروم بکنه از بیان یک سری مسائل خب در واقع خودسانسوی کرده اما مواقعی هم هست که فرد به دلیل در واقع اعتقادات شخصی خودش یا به دلیل اینکه نمیخواد یک آشفتگی اجتماعی ایجاد بکنه آگاهانه و با اختیار قلبی تصمیم میگیره که یک سری نکات رو بیان نکنه به نظرم باعثی که ما این مرز رو تا حدی به رسمیت بشناسیم برای اینکه تقریبا کمتر کسی است که همه منویات ذهنی خودش رو در هر حالی بیان بکنه بنابراین به یک تعبیری همه انسان ها به درجاتی از لگام زدن بر بیان آزاد خودشون دست میزنند. و این که ما اینها رو همه رو به عنوان کنش های سانسورگرایانه تعریف بکنیم یا نه به نظرم باعثی که این مرز رو بپذیریم که خیلی وقتها این یک تصمیم آگاهانه است که الزامن ترس از عواقب سیاسی و اجتماعی اون رو هدایت نمیکنه بلکه ممکنه یک سری ملاحظات اخلاقی ملاحظات فکری ملاحظات تربیتی باشه اما اون چیزی که ما در جوامعی که به اصطلاح جوامع استبدادی مینامیم و برای عقاید افکار و انتشارات یک سری پاداش ها و مکافات هایی، چه قانونی و چه فراقانونی قائل هستند بیشتر ما شاهد خودسانسوری هستیم من خیلی سال پیش با فریدون تونکابونی گفتگو میکردم میگفتش که سانسوری که در ایران بوده خلاقیت نویسندگان، رمان نویسا، شعرا رو بالا برده چون مجبوری برای اینکه در دام سانسور نیفتی به نوعی بنویسی که از صد سانسور عبور کنه ولی اون چیزی که میخواستی رو گفتی موافقت با این نظریه؟ نه واقعش اینه که این نکته رو خیلی ها گفتن نویسندگان خیلی برجستی مثل ایوان کلیما دقیقا همین نظر رو داره و میگه که اگر کسی اهل نوشتن باشه می نویسه صرف نظر از اینکه منتشر بشه یا نشه میتونه بذاره در کشور میزش برای زمانی در آینده یا حتی کسانی از جمله برخی از نویسندگان ایرانی گفتن که سانسور به خلاقیت کمک میکنه چون موجب میشه که نویسنده در پی راه های تازی برای بیان ادبی بر بیاد از استعاره استفاده بکنه کاری که نویسندگان در ایران ببیجه در دوران رژیم پهلوی خیلی انجام میدادن اما واقعیت اینه که استفاده از استعاره به عنوان یک انتخاب زیباشناختی خیلی فرق داره با وقتی که شما ناچار بشی برای در امان موندن از آزار حکومت یک سری استعاره ها رو بر متن خودت تحمیل بکنی این یک توهمه که خیلی ها متاسفانه دوچاره شدن و کسانی که سعی کردن که سانسور رو بی اهمیت جلوه بدن مثال های زیادی میزنن مثلا میگن که ادبیات روسیه در دوران تزاری به رغم سانسور رژیم تزار موفق بود و این همه نویسنده برجسته ایجاد کرد یا همون کلیما که خودش رو مثال میزنه واقعیت اینه که باید به این افراد گفتش که ما از کجا میدونیم که مثلا تولستوی اگر ناچار نبود خودش رو با میارهای تزاری وفق بده پنج تا شاهکار دیگه خلق نمیکرد. کرد کما اینکه خود تولستوی از سانسور می ناله. یا ما کلیما و ایوان کلیما رو می بینیم ولی ده ها نویسنده دیگه که به دلیل سانسور از خلاقیت باز موندن و ناامید شدن رو نمی بینیم ما در مورد ایران هم نویسندگان زیادی رو داریم که یک یا دو تا اثر خیلی خوب خلق کردند اما به دلیل کنش سانسور کلا ادبیات رو و نوشتن رو رها کردن و در اینجا من میخوام یک نکته خیلی مهمی رو بگم که مقفول مونده و اون اینه که ما معمولا سانسور رو به عنوان یک کنش حذفی میبینیم یعنی تصور همگانی از جمله در بین نویسندگان و روشنفکران اینه که دستگاه سانسور میاد و شما رو حذف میکنه و مانع گفتنتون میشه در حالی که به نظر من بر اساس پژوهشی که من انجام دادم به این نتیجه رسیدم که این حذف هدف سانسور نیست بلکه یکی از طبعیات سانسوره در واقع هدف سانسور برکشیدن یک گفتمان هست گفتمانی که طرفدار حکومت باشه و برای اینکه اون گفتمان رو قالب بکنه در جامعه هست که میاد دست به حذف میزنه و اگر ما این دیدگاه رو در نظر داشته باشیم میبینیم که بخش زیادی از به اصطلاح بودجه و حمایت صرف تبلیغ آثار ادبی، آثار سینمایی، آثار موسیقایی میشه که گفتمان طرفدار حکومت رو تبلیغ میکنن و در واقع این هم یک نوع سانسوره یعنی ما نباید که سانسور رو فقط در اون بخش حذفیش ببینیم سانسور رو من در دو جنبه میبینم یک جنبه که پاداش میده به کسانی که طرفدار گفتمان نظام حاکم هستند و اون روی سکه که در واقع تنبیه میکنه کسانی رو که مخالف این گفتمان هستند و اون تنبیه فقط در حذف آثار خلاصه نمیشه بلکه انواع و اقسام تنبیه های اقتصادی اجتماعی محرومیت های شغلی و حتی آزار و اذیت های جسمی جانی زندان و اینها رو هم شامل میشه و از سوی دیگه اون بخش به تشویق هم جوایز ادبی پست و مقام شهرت در رسانه ها و خیلی مزایای دیگه رو در خودش داره اگر ما سانسور رو به شکل این تصویر جامع ببینیم اون وقت میبینیم که این که مثلا نویسنده ای برای دور زدن از سانسور میاد و یک سری استعاره ایجاد میکنه یا مثلا یک متنی رو میآفرینه که سانسورچی ها رو فریب بده خیلی خیلی جای ناچیزی داره در اون تصویر بزرگی که سانسور در واقع به ما میده با این وضع من معتقدم که در واقع در سانسور خیلی نیست و در هر حالتی سانسور زیان میزنه نه فقط به خلاقیت و به نویسنده بلکه به خواننده به زبان و به کل مجموعه ادبی و هنری و تصویری که به اصطلاح در ادبیات و هنر از یک دوره زمانی ثبت میشه چندی پیش با تینوش نظمجو که انتشارات ناکجا در پاریس داره صحبت میکردم، صحبت از یک نوع سانسور یا فشار برای اعمال سانسور میکرد و اون هم از سوی کسانی که مصرف کننده کتاب هستند که آقا چرا کتاب فلانی رو چاپ کردی چرا کتاب بهمدانی رو چاپ کردی می گفت این داره روز به روز افزایش پیدا میکنه یعنی ما مواجه هستیم حداقل در جامعه به ایرانی ها با یک نوع سانسور جدید سانسور از روی مصرف کننده نوشته بله این البته تازگی نداره و در واقع نظر پردازان زیادی در مورد این حرف زدن عمده تایی نشون میشل فوکوه و کسان زیادی که اومدن نظریات فوکو رو در واقع تفسیر کردن یا گسترش دادن مسئله که فوکو در موردش بحث میکنه مسئله منبع قدرته ما در سانسور در واقع مواجه با این هستیم که منبع قدرت میاد و سعی در اعمال نظر خودش داره حالا این منبع قدرت در گذشته مثلا دولت بود اما از نظر فوکو قدرت تکثیر شده است در میان افراد بنابراین هر کسی هم قدرت برش از یک سو اعمال میشه هم خودش منشه یک قدرتی دیگه است در این معنا مصرف کننده و بازار هم از یک سو قدرتی برایش حاکم میشه و هم خودش یک قدرتی داره که این قدرتی میتونه اعمال بکنه از جمله توان خرید میتونه با نخریدن یک محصول با بایکوت کردن یک محصول یک جور سانسور رو اعمال بکنه یا مثلا بازار پسند مشتریان خب ما در مورد مثلا صنعت نشر این رو به وضوح میبینیم کتاب هایی که پیش بینی میشه که پرفروش باشن ناشران ازش استقبال میکنن کتابی رو که فکر بکنن که ممکنه فروش نره ازش استقبال نمیکنند و به یک تعبیری در واقع به سانسور اون کمک میکنن سلیقه مصرف کننده هم یک نوع قدرته و به همین دلیل میتونه در واقع تبدیل به ابزاری برای سانسور بشه این بیش از سلیقه نگاه سیاسیه یعنی چون من با محتوا با نظر با دیدگاه اون شاعر یا نویسنده یا کنشگر مخالف هستم بنابراین مال اون نباید چاپ شه خب بله این که خیلی به اصطلاح رایج تا حدی به همین بحثی که فوکو میکنه یعنی مسئله قدرت مجب... مرتبط هست اما در مورد ایران و به ویژه نشری که در خارج از کشور صحبت میکنید یک مسئله دیگه هم پیش میاد که اون رو در نظریات سانسور به اسم سانسور درونی روشنفکران در موردش صحبت شده و سابقه نظریش برمیگرده به دوران به جنگ سرد و خروج روشنفکران از بلوک شرق ما نمونه های خیلی زیادی داشتیم که روشنفکرانی که از شوروی یا از اقمار شوروی بیویژه از کشورهای اروپا شرقی گریخته بودند و به قرب اومده بودند در قرب دچار این مبحثی میشن که بهش میگن سانسور درونی تبعید زندگی در تبعید یک مختصاتی داره یک ویژگیهایی داره یک حساسیت های تازه ای ایجاد میکنه اتفاقی که در مورد نویسندگانی که از بلوک شرق گریخته بودند و به قرب پناه آورده بودن افتاد این بود که انتظار میرفت که اینها از نظر سیاسی حالا که به غرب اومدن فعال باشند و در مورد بلوک شرق افشاگری بکنن شماری از اینها به دلال شخصی در این کار اونطوری که باید و شاید فعالیت نمی کردن. حالا یا محضوریت های خانوادگی داشتن نگران بودن که خانواده در بلوک شرق اذیت بشن یا کلن از نظر فکری اعتقادی به این نوع مبارزه سیاسی نداشتند. میخواستن حالا که آرامش پیدا کردن بیشتر بر کار خودشون متمرکز بشن و اینها به شدت تحت فشار بودن از سوی همگنان خودشون متهم میشدن به محافظه کاری متهم میشدن به سازش کاری متهم میشدن به وسط بازی و به همین دلیل تحت فشار بودن و در نمونه هایی حتی این کار به خودکشی بعضی از اینها انجامید ما در پاریس نمونه هایی داشتیم از روشنفکران اروپای شرقی که خودکشی کردن به دلیل همین فشارها اون چیزی که در جامعه تبعیدی ایرانی الان رخ داده دقیقا همینه که شماری از روشنفکران و حالا چه اهل تبعید چه کسانی که در ایران ساکن هستن متهم میشن به وسط بازی متهم میشن به محافظ کاری و در واقع یک جوری وادار به سکوت میشن و این سکوت تا حدی از سوی همگنان خودشون هست یعنی از سوی کسانی که در یک معیار کلان با اینها اختلاف فکری و گفتمانی خیلی زیادی ندارن خیلی وقتا اختلاف در روش و یا در سبک زندگی و یا در واقع در دیدگاه های سیاسی دارن و اینها به یک تعبیری وادار میکنن این افراد رو که سکوت بکنن رسانه ها هم به این امر دامن میزنن یعنی ر... یک سری رسانه ها هم وقتی که فقط با افراد هم فکر خودشون گفتگو میکنن فقط مقالات هم فکران خودشون رو باستاب میدن در واقع دارن بین بی امر دامن میزنن حالا من استنباطم این هست که یک وظیفه ای بایستی این به ویژه رسانه ها به ناشر ها برای خودشون تعریف بکنن که دست کم این تکسر و این پلورالیسم فرهنگی رو که وجود داره و باید وجود داشته باشه تمرین بکنن و با این امر مقابله بکنن که اگر ما در داخل کشور در داخل ایران به دلیل احاطه یک گفتمان خاص امکان این تکسر رو نداریم دست کم در جایی که فشار بیرونی وجود نداره حداقل این رو تمرین بکنیم این پلورالیسم فرهنگی و فکری رو و نظرات مخالف رو نظرات متنوع رو یک جوری باستاب بدیم من فکر میکنم این یک وظیفه اخلاقی و روشنفکری فکری هست برای رسانه ها و برای ناشرین شما خب در ایران شعر منتشر میگفتید می و منتشر میکردید و حالا مدتی در خارج این مقولاتی که باش صحبت کردیم انواع سانسور آیا در زمانی که در داخل ایران بودید روی شعر شما چقدر تاثیر داشتند و حالا که خارج هستید چقدر تاثیر دارن یا اصلا تاثیر ندارن ببینید سانسور تاثیرش ماندگاره و با ترک کردن یک محیط جغرافیایی الزاما از بین نمیره در داخل ایران وقتی شما میخواید کتابی منتشر بکنید شعری منتشر بکنید خب این شعر باید بره به اداره ارشاد و در اونجا مجوز نشر بگیره بنابراین اون چیزی رو که شما نوشتین حالا از اون صد خود سانسوری هم رد کردین حتی گاهی اوقات ناشر هم یک سری پیشنهاداتی به شما داده پیشا پیش اما وقتی هم که به ارشاد میره در نهایت اون دوباره یک سری بازبینی میشه تجربه شخصی من اینطور هستش که من خب یک کتابهایی داشتم که کلن اجازه چاپ بهش ندادن اما کتاب هایی که منتشر کردم همیشه تک تکشون با یک سری سانسور مواجه شده تقریبا حدود در همه کتاب هایی که من در ایران منتشر کردم حدود یک چهارم شعرها رو من شدم که حسب بکنم بین بی خاطر که یا میخواستن که کل شعر حسب بشه یا میخواستن که تغییراتی در شعر بدم که این تغییرات کل شعر رو بیمعنا میکرد به همین دلیل من ترجیح دادم که اصلا اون شعر رو از کتاب در بیارم بنابراین مثلا کتابی رو ممکنه داده باشم که 150 صفحه بوده وقتی منتشر شده 110 صفحه شده و این راهی بوده که من پیش گرفتم و دو تا, دو تا کتاب هم که کلا به اصطلاح بهش مجوز ندادن و اصلا در ایران منتشر نکردم در خارج از ایران خب این سانسور به اصطلاح بیرونی دیگه وجود نداشته اما این به معنی این نیستش که من تخیلم رو ذهنیتم رو تونسته باشم به طور کامل از دست سانسور رها بکنم برای اینکه تجربه سانسور به ویژه اون بخشی از سانسور که از متن فراتر میره و دخالت در زندگی اقتصادی شاعر و نویسنده است یا مثلا اگر اون فرد آزارهای امنیتی دیده باشه اونها شاعر و نویسنده رو رها نمیکنه و حتی وقتی هم که شما از محیط جغرافیایی میاد بیرون باز هم تا حدی با شماست و حتی در زبان اثر میگذاره برای مثال ما به خاطر اینکه مثلا در ایران ادبیات پورنوگرافیک ممنوع هست و منتشر نمیشه طبیعتا بخشی از زبان فارسی در اون زمینه فقیر مونده و ما اصلا در موردش تمرین نکردیم ما واژگان و تصاویر و تخیل ویژه اون ادبیات رو به روی کاغذ نیاوردیم بنابراین الان اگر یک نویسنده ای سعی بکنه که در خارج از ایران هم ادبیات پورنوگرافیک تولید بکنه احتمالا یک صد ذهنی و یک صد زبانی رو باهاش روبرو میشه که یک نویسنده مثلا انگلیسی زبان باهاش روبرو نمیشه به همین دلیله که ما موضوعاتی رو یا مثلا فرض بکنید نوشتن در مورد مناقشات ذهنی و مذهبی ما یک ترس ذهنی و روانی داریم که اصلا وارد یک سری مقولات نمیشیم در موردشون نمی نویسیم و به همین دلیل ما میبینیم که حتی نویسندگانی که از ایران خارج شدن حتی با نام مستعار هم در مورد خیلی از تنشهای ذهنی که جامعه ما در طول این چهل سال پنجاه سال تجربه کرده در مورد اونها نمی نویسن در مورد بحث های خیلی جدی که در ذهن انسان ها وجود داره مثلا نسبت به جنگ نسبت به انقلاب نسبت به مسائل جنسی نسبت به مسائل دینی مذهبی و اینها اصلا ما در موردش سکوت میکنیم آیا س... بخد... یک نویسنده یا شاعر ایرانی در تبعید هم یه جورایی سانسور میشه به دلیل اینکه بالاخره بازار بسیار محدود ناشران با مشکلات بسیاری مواجه هستند برای نشر کتاب نمیشه از راه انتشار کتاب گذران زندگی کرد همه اینا یک محدودیت هایی که به نوعی تبدیل میشه در در مجموع به یک نوع سانسور یعنی به یک نویسنده شاعر اجازه نمیده که آنچه که میخواهد را بنویسد برای اینکه در اختیار دیگران قرار بگیره این چقدر مهمه خیلی مهمه کاملا کاملا درسته و خیلی مهم هست و اینها همه این نکاتی رو که فرمودین همه اینها در گفتمان ها و در نظریات سانسور به عنوان مباحث جدی مطرح میشه یعنی پژوهشگران در موردشون نوشتن که مثلا فرض فرض بکنید که نویسندگان نو مارکسیست حتی مثلا مثل گرامشی و اینها در این مورد نظریه پردازی کردن این که اصلا ما چیزی به اسم آزادی بیان اصلا امکان پذیر هست یا نه خودش مورد پرسش ساختارگرایان این مباحث رو مطرح کردند که اصلا وقتی که جامعه نهادهای اجتماعی گفتمانها رو ایجاد میکنند دیگه اصلا چیزی به اسم آزادی بیان ممکنه که عملا وجود نداشته باشه بنابراین این همه اینها هست اینکه نشریات اینکه قدرت بازار گفتگو رو محدود میکنن وجود داره اما ما باید یک تمایزی قائل بشیم همونطور که در ابتدای صحبت هم, هم عرض کردم جامعه بدون سانسور رو ما نمیتونیم تخیل بکنیم اما اصل قضیه اینه که حجم سانسور میزان دخالت سانسور چقدره این که من به عنوان یک نویسنده برم و مطلبی رو به یک نشریه بدم یا به یک ناشر بدم و ناشر کتاب رو رد بکنه من احساس میکنم که سانسور شدم اما باید تمایز قائل بشیم بین این حجم از آزار و این که یک نویسنده به خاطر نوشتهش به قتل برسه در این مورد دوم من میتونم به یک نشریه دیگه مراجعه بکنم به یک ناشی دیگه مراجعه بکنم اصلا خودم در آمازون کتاب منتشر بکنم راهی برای رسوندنش به مخاطب در هر حال پیدا میکنم اما نویسنده اگر در یک دنیای امروز به قتل میرسه به خاطر نوشتهش خب اون خیلی اهمیت بیشتری داره به همین دلیل هست که من معتقدم که تعریف سانسور نمیتونه بی ارتباط باشه با وضعیت سیاسی اجتماعی فرد تحت سانسور تجربه زیسته انسان سانسور شده در درک ما از سانسور و در تعریف ما از سانسور خیلی مهمه تعریف یونیورسال و جهانی از سانسور نمیتونه وجود داشته باشه به این دلیل که تجربه جهانی و یگانه و یک که از سانسور وجود نداره نویسنده‌ای که در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی مینوشته نوشته و سانسور می شوده. یک نو سانسور رو تجربه کرده تولستوی در دوران تزار یک جور سانسور تجربه کرده میلان کندرا در جمهوری کمونیستی در نظام کمونیستی چک یک جور سانسور تجربه کرده مثلا محمد مختاری در جمهوری اسلامی یک نو سانسور رو تجربه کرده همه اینها سانسور تجربه میکنن من و همگان همگنان من که الان مثلا میخوایم مطلبی رو بدیم به یک نشریه و ممکنه اون نشریه به دلیل سیاسی با نظر ما موافق نباشه و رد بکنه یا وقتی که منتشر شد مثلا با یک سری تهمت و اتهام و فشار روبرو بشیم یک جور سانسور رو تجربه میکنیم همه اینها سانسوره اما اصل قضیه در همون به نوع سانسور که ما تجربه میکنیم و یک نکته دیگه این که یک وجه طبقاتی هم در سانسور وجود داره و در واقع هدف سانسور خیلی وقتها تولید کنندگان آثار نیستن هدف اصلی سانسور گروه هدف سانسور در واقع مثلا. مصرف کنندگان هستن مخاطبان و به خانندگان و بینندگان فیلم هستن و اگر نویسنده و فیلمساز سانسور میشه در واقع به این دلیل سانسور میشه که اون ابزاری است که اون بیننده و خواننده رو توانمند میکنه و به همین دلیل یک وجه طبقاتی هم وجود داره یعنی اینکه مثلا فرض بکنید که در دیدگاه کلیسا و همینطور در دیدگاه خیلی از نیروهای مذهبی عوام و خواص اینها تعریف شده هستند چیزهایی که بر خواص مباه هست برای عوام حرامه این هم بایستی در نظر داشت یک <تصفح> پرسش آخر سانسور ارتباط مستقیم داره با آزادی بیان چون به نوعی جلوی آزادی بیان رو میگیره ولی خب برداشت در کشورهایی که آزادی بیان بسیار محدوده با مسئله آزادی بیان در کشورهای غربی متفاوته چون در کشورهایی که آزادی بیان گسترده در هست یک سری محدودیت های برای آزادی بیان هست یعنی مثلا نفرت پراکنی جرمه نمیشه نفره. الان عده زیادی رو تو همین هفته های اخیر تو بریتانیا به جرم افرا... نفرت پراکنی توی زندان انداختن یا بقیه کشورها هم جرمه تبلیغ برخی از ایدئولوژی ها مثل نازیسم و فاشیسم جرمه یعنی شما در حمایت از اون بنویسید جرم مرتکب شدید آزادی بیان به حساب نمیاد آزادی بیان چقدر اهمیت داره که به نظر شما محدودیت داشته باشه یا اینکه باید آزادی کامل باشه یعنی هر که هر چی خواست بگوید مثلا من به عنوان روزنامه نگار میدونم که اگر من در مورد شخصی میخوام بنویسم از اونجا که اون شخص در اروپا میتونه از دست من شکایت کنه اگر نادرست باشه خیلی محتاطم در چیزی که می نویسم درست باشه نه اینکه که هرچه دل تنگم خواست بنویسم این مقوله چقدر مهمه بله خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید و اصلا یک نظریه است در مطالعات سانسور که میگه که وقتی که حکومت ها نیاز حس می کنن که شما رو سانسور بکنن یعنی هنوز چیزی که ارزش گفتن داشته باشه در اون جامعه وجود داره و وقتی که حکومت ها نیازی به سانسور حس نمی کنن مثلا اون چیزی که ما در بظاهر در کشور غربی میبینیم شاید به این معناست که سانسور به پیروزی کامل دست یافته یعنی اونقدر نهادینه شده در ساختار زندگی اجتماعی و در ساختار نظام قضایی که دیگه اصلا نیازی نیست که حکومت دخالت بکنه و جلو شما رو بگیره به این معنا این البته به نظر من یک دید افراطیه ولی یک, یک حقیقتی درش هست یعنی این که گفتمان ها اونقدر نهادینه شدن ساخت یافته شدن در نظام تربیتی از کودکی در مدارس و اینها که خیلی از گفتمان ها شما اصلا به ذهنتون نمیرسه که بیان بکنید یعنی اونقدر بدی تلقی میشه که شما اونها رو اصلا امورشون پرسش نمی کنید از جمله همین نمونه هایی رو که شما گفتین یعنی مثلا فرض کنید یک بچه که در نظام تربیتی انگلستان اینجا مدرسه رفته اصلا به خودش اجازه نمیده به ذهنش اجازه نمیده که تصورات افکاری در مورد نازیسم یا مثلا نجات پرستی به اینها رو داشته باشه و به زبون بیاره به این معنا در واقع سانسور در این زمینه ها دست کم میشه گفتش که به پیروزی کامل رسیده اما در مورد اون بخش دوم پرسشتون که به محدودیت محدودیت های قانونی که بر آزادی بیان هست خب این واقعیتش اینه که امر خیلی خیلی مناقشه آمیزیه و بحث بسلا بسیار بحث روزه و گفتگویی است که در کشور غربی شیدن جریان داره نمونه های افراتیش رو خب مثلا ما در فرانسه در مورد کاریکاتور های شارلی ابدو مثلا دیدیم و اینها به نظر من در عرصه نظر آزادی گفتگو و اینها حتی اگر در حد توهین و اینها باشه به نظر شخص من بهتره که محدود نشه به این دلیل که و در واقع مبارزه با این افکار و عقاید خوبه که از طریق همون آزادی بیان باشه یعنی گروه های مقابل هم استدلال بکنن اظهار نظر بکنن و به این ترتیب در واقع در یک وضعیت آزادی گفتگو اینها به اصطلاح حل بشه و خونسا بشه مگر اینکه با به اصطلاح آزار جسمی و فیزیکی همراه باشه و در اون صورت هم قوانین محدود کننده آزادی بیان به نظرم باعثی که خیلی روشن و واضح باشن و مبهم نباشن مثلا توهین که یا هیت سپیچ گفتار مثلا نفرت پراکن بایستی دقیق مسادیقش رو مشخص بکنه اگر قرارش محدود بکنه ایرادی که الان وجود داره اینه که اینها مبهمه بنابراین شما ناچار میشید که بیش از حد احتیاط بکنید و همیشه در حراس از این باشید که مثلا من این گفته رو میگم آیا مثلا زده سامی تلقی میشه انتیسیمتیک هست آیا اسلاموفوبیک محسوب میشه آیا ممکنه مثلا نجات پرسانه محسوب میشه وقتی که معیارها کاملا واضح و روشن نباشه طبیعتا ناخدگاه به خودسانسوری منجر میشه که این به نظرم به نفع آزادی بیان نیست و من معتقدم که آزادی بیان بهتره که تا حد مرز نامحدود پیش بره و فقط محدودیت استثناء باشه قاعده و قانون آزادی مطلق بیان باشه محدودیت ها بایستی استثناء های خیلی کمی باشه که صرفا با قوانین کاملا روشن مشخص شده باشه با سپاس فراوان از شما سپاس از شما